درود بر شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی. در این ویدیو قصد دارم پست پروسسور فول آپشن پاورمیل رو که حالا کار خودم هست در حقیقت ساختنش رو، در حقیقت مزیت های استفاده از این پست رو بهتون توضیح بدم و ببینید که اگر یک پست کامل ویرایش شده با امکانات کامل داشته باشید چه مزیت هایی رو میتونه براتون داشته باشه. خب یه قطعه ساده رو من باز کردم، دو سه تا برنامه گرفتم، حالا اینا اهدافش رو بهتون دونه دونه توضیح میدم که چی هست. برنامه اولی که گرفتم همونطور که میبینید یک کانستنت زد هست، غیر اسپیرال. ببینید برنامه دو بعدیه، من طول پس رو تنظیماتش رو باز میکنم شما بررسی کنید. همونطور که تیک اسپیرال برداشته شده، اگر که ویدیوهای من رو تو کانال تلگرام دنبال بکنید، من دیگه به کرات آموزش دادم که حداقل تو برنامه هایی که غیر اسپیرال هست چیکار بکنیم که ابزار تعداد پوینت ها و نقاط مسیر ابزار کمتر بشه، که این کمتر شدن پوینت ها مزیت های زیادی داره. یکیش که حجم جی کد شما کم میشه، زمان ماشین کاری تأثیری نداره، حجم جی کدتون، تعداد خطا کم میشه، ما ضربه زدن تو گوشه ها رو دیگه نداریم، ابزار خیلی روون حرکت میکنه. که این تکنیکش رو من قبلا ویدیوش رو در کانال گذاشتم، الان اینجا اشاره مختصر بکنم که دیگه الان همتون احتمالاً بدونید. در قسمت پوینت دیستریبیوشن اوتپوت تایپ میره رو فیت آرک، مش فاکتور عددش میاد پایین، تولرانس برنامه‌تون هم که حالا هر چی دوست دارید، در معمولا 100 یا 200 میذاریم. برنامه که گرفته میشه با این شرایط هست که من اگه برم رو تول پس و پوینت ها رو روشن بکنم، میبینید که تعداد پوینت ها بسیار کم شده. یعنی اگر من پراپرتیز بگیرم، عرض کنم خدمتتون که 753 تا پوینت داریم، تقریبا به همین مقدار هم تعداد خط های جی کد اون میشه، حالا ممکنه 50 تا بالا پایین، ولی تو همین رنج. خب من از پستی میخوام استفاده بکنم که پست پروسسور هلیکال هست. یعنی باز هم این مفهوم پست هلیکال رو بنده برای اولین بار مطرح کردم، ویدیوهاش رو هم توی کانال، حالا پیج های مختلف، اینستا، تلگرام، یوتیوب، همه جا گذاشتم. اگر نگاه بکنید متوجه میشید که مفهوم چیه. پست هلیکال خیلی خلاصه بگم فقط مفهومش رو، هم در حرکت های دو بعدی غیر اسپیرال مثل این، هم در برنامه اسپیرال که حالا بعدی هست، خروجی رو روی کمان ها به صورت کدهای آرک به شما میده، یعنی کدهای جی صفر و جی صفر. خب من یه انسی پروگرام ایجاد کردم، برنامه کانستنت غیر اسپیرال رو انداختم این تو، میرم ستینگش رو باز میکنم. خب پست هلیکالم رو اینجا معرفی کردم، بقیه پارامترش مهم نیست، دکمه رایت رو میزنم تا جی کدم رو توی نرم افزار سیمکو باز کنم و استپ به استپ توضیحات رو بهتون بدم. خب من سیمکو رو باز میکنم، همونطور که میبینید برنامه وارد شده، تعداد خطا ببینید مثلا 800 خط شد و همون عددی که اونجا ما هم دیدیم، تقریبا یه مقدار بیشتر. من بک پلات میگیرم، نسبت به برنامه ای که شما تیک فیت آرکش رو نزنید به شدت تعداد خطا کمتر شده، حالا با مزیت هاش رو هم که قبلا گفتم بهتون. یک برنامه اصلاح شده از سر و ته برنامه، این هد برنامه از اینجا، ته برنامه هم که تقریبا این سه خط بر اساس نیاز مشتری تنظیم شده. حالا الان ممکنه اینجا بگی یه تعویض ابزار اینجا داری، دوباره یه تعویض ابزار دیگه، اینا دلیل داره که حالا به خاطر نیاز مشتری همونطور که گفتم بنده این کار انجام دادم. خب برنامه بعدی که میخوام بگیرم برنامه اسپیرال هست. ببینید کانستنزد اسپیرال، من پنجرهش رو باز میکنم، تیک اسپیرال فعال شده، پارامترهای برنامه هلیکال چیده شده. خب من این 2D رو از اینجا دیلیت میکنم و روی همون برنامه دوباره اوورایت میکنم، یس میزنم، میگه روی همون رایت بکن. همونطور که میبینید برنامه اسپیرال هست ولی خروجی کاملا به صورت کدهای آرک. این برنامه تست شده است، روی دستگاه هم قابل اجرا.
و هیچ مشکلی هم نداره. مزیت‌های بسیار زیادی داره، کیفیت سطحتون افزایش پیدا میکنه، اگه از پست هلیکال استفاده کنید تعداد خطا میاد پایین، استهلاک دستگاه میاد پایین، توی کنج‌ها دستگاه شما تیک نمیزنه، ساچمه‌ها بال اسکروها خیلی عمرشون بیشتر میشه. فکر کن شما 2 سال 3 سال شاید هم بیشتر داری کار میکنی بدون پست هلیکال. اکثر بچه هم خب برنامه های کانستنزت رو روی مناطق بسته اسپیرال میگیرن، بعد دستگاه در حقیقت پاورمیل خروجی رو به صورت یک انزل ای میده رو دایره. فکر کن مثلا بسته به تولرانسی که در پاورمیل شما تنظیم میکنی یک انزل ای داری، به جای اینکه مثلا من 1/100 گذاشتم اینجا، اینجا دیگه یک دایره کامل نیست، به خاطر اینکه شما اگر پست هلیکال استفاده نکنی اینجا فقط G1 میبینی، تو کل خطا G1 میبینی. میتونیم الان با هم چک بکنیم ببین من تیک در حقیقت تو همون پوینت دیستریبیوشن هستم دیگه، تو حالت معمول برنامه رو ایجاد میکنم، همطور که ببینید برنامه ایجاد شد، من این لحظه اینا رو ببندم، پوینت ها رو که روشن بکنم ببینید چه خبر شد. حالا برنامه رو رایت میکنم، این پست هم قابلیت هلیکال داره هم غیر هلیکال، یعنی شما تو هر حالتی از پاورمیل بخوای برنامه بگیری این کار واسه انجام میده. ببین همون برنامه است با همون ماهیت، فقط خروجی به صورت کدهای G1. تعداد خط رو ببین تقریبا 6000 خط شد دیگه. حالا جزئیات بیشترش رو من توی در حقیقت کانال تلگرام ویدیوهاش رو گذاشتم. خب من دوباره این برنامه رو برمیگردونم به همون حالت قبلی. اگر شما پست هلیکال نداشته باشی مطمئن باش در حالت اسپیرال نمیتونید خروجی رو به صورت کدهای آرک بگیرید. خب موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم، پس این شد دوتا آپشن اولی که مربوط به بحث حالا خروجی به صورت آرک، چه در حالت اسپیرال چه در حالت غیر اسپیرال. حالت بعدی، موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم بحث تعویض ابزار هست، که این آپشن ممکنه روی سری از پست‌ها فعال باشه روی سری از پست‌ها فعال نباشه. این دیگه حالا به هر حال باید چک بشه دیگه، ولی خب روی این پستی که من نوشتم کلا فول آپشن فعال همه چی. من این دوتا برنامه رو با دو مدل ابزار مختلف گرفتم. ببینید این ابزار نامبرش 22، یعنی شماره ابزار توی تول چنجر تو ایسکا مربوط به خودش 22، این ابزارم شماره 2 هست. حالا قطرش هم متفاوت گرفتم که ببینید من در حقیقت میام این برنامه 2D رو میندازم اینجا، یعنی اول 2D بعد 3D. حالا چون جفت این برنامه ها رو هم دارن، نه با خوب حالا یه اختلافی دارن، اختلاف مشخص میشه. این برنامه ها رو پشت سر هم میخوام رایت بکنم، پس تکنیکش به این صورته دیگه، یعنی یه NC ایجاد میکنی، برنامه تو به ترتیب اجرا میچینی تو NC، که اینا رو من مفصل تو پکیج پاورمیل 3 محور توضیح دادم، یعنی اونجا اینقدر اطلاعات هستش که اگه شما پک پاور 3 محور رو تهیه بکنی دیگه واقعا به هیچ مجموعه و کلاس و به هیچ چیز دیگه احتیاج نداری. خب پس این شد 2D. ببین نامبر ابزار اینجا گفته شده، اینم برنامه 3D شماره ابزار گفته شده، قطرا رو میگه و یه سری اطلاعات دیگه. خب با همون پست هلیکال برنامه رو رایت میکنم، دوباره اوورایت میشه رو همون برنامه 3. بریم تو سیمکو. خب همونطور که میبینید دو تا برنامه ایجاد شده. برنامه اول T2M6 هست. بازم میگم این T1 یک داستانی داره که مربوط به نیاز مشتری بود که حالا ما براش در نظر گرفتیم، ولی خب معمولا اجرا نمی کنن این رو. من کنترل F رو میزنم، یه T اینجا میزنم، برم T-number بعدی. ببین تو T-number بعدی قبل از T-number ابزار رفته تو زد 60 میلیمتر، یعنی دیگه میره تو منطقه تعویض ابزار، ابزار میره بالا، آب صابون خاموش میشه، ابزار بعدی فراخونی میشه، آب صابون روشن میشه و ادامه ماجرا روی برنامه دوم انجام میشه. این هم از آپشن دومی که روی این پست فعاله. موضوع بعدی که در حقیقت میخوایم بررسی کنیم بحث جبران شو ابزار هست، که میخوام ببینم آیا روی این پست جبران شو ابزار فعال هست یا نه. خب من باز هم ممکنه این چیزی که الان دارم بهتون توضیح میدم روی اکثر پستا فعال باشه، شاید هم نباشه. اوکی، یعنی این مواردی که من دارم میگم بسته به نیاز مشتری
میتونیم تخصصی با توجه به سایکل ها و اطلاعات خود دستگاهش پست رو بنویسیم و در اختیارش بذاریم. به هر حال میرم روی برنامه مورد نظر کلیک کنم. در قسمت کاتر کامپنسیشن که مربوط به جبران شو ابزار هست، بسته به اینکه حالا میخوای از کد جیشلیگ یا جیشل 2 استفاده کنی که آموزش های کاملش رو توی پی دی اف که من در گروه تلگرام گذاشتم مفصل، شما با مطالعه تقریبا 10 دقیقه وقت بذاری مطالعه بکنی مفهوم کدهای جبران شو ابزار که داستانش چیه کاملا متوجه میشی. و البته یه موضوع اپراتوری هم داری که توی ستینگ کنترل باید وارد بکنی میزان خوردگی ابزار رو. به هر حال من مثلا این رو حالت لفت میذارم، از شما میپرسه که در حقیقت اون نامبر شماره ابزار چند باشه، من ابزارم شماره 2، این نامبرش هم 2 تنظیم میکنم، رایت رو میزنم. یس. بریم تو جی کد ببینیم که جبران شو ابزار به چه صورت ایجاد میشه. بریم بالا، همونطور که اینجا میبینید کد جیچلیک دیدو ایجاد شد. حالا توی ابزار شماره 2 در آفست ستینگ که کنترل فرض کنید کنترل فانوک هست، میزان خوردگی که وارد بکنی بسته به نیازت برنامه حالا یا بسته تر میشه به نوعی، یعنی تیکنس بهش میدی، یا بازتر میشه، تیکنس مثبت یا تیکنس منفی، یه همچین مفهومی رو خیلی عامیانه و ساده دارم بهتون میگم داره بسته کد جیچلیک و جیچل 2 که تو نرم افزار هم قابل انجامه. بعضی هم میگن آقا ما نرم افزاری اصلا این کار رو انجام نمیدیم، خودمون میایم دستی مینویسیم این کدو، میاد خودش دستی وارد میکنه، چیز خیلی ساده ایه. حالا این کدی که الان استخراج شد از نرم افزار، چه در حالتی که دو تا برنامه یا n تا برنامه اینجا باشه با تعویض ابزارهای مختلف هم قابل انجامه، هم در حالت تک برنامه، یعنی پس مشکلی نداره این پست. موضوع بعدی هم که حالا دیگه از یه پست انتظار میره فعال باشه روش، بحث تپینگ یا قلاویز هست. من ستینگش رو بگیرم ببینید، حالا مثلا من برنامه سینگل پک گرفتم برای این، انواع سایکل ها روی این پست فعاله. فرض بکنید که من این رو تپینگ میذارم، گامشم مثلا میذارم 1، بعد به همین صورت برنامه رو میگیرم. همونطور که میبینید تیکت ری سایکل قطعا میدونید این موضوع رو که تو تپینگ همیشه فعال هست و شما دیگه نمیتونید غیر فعالش بکنید، ولی تو پاورمیل 10 غیر فعال میشه. خیلی به نظر من یه باگ هستش تو پاور 10 که اینو غیر فعال بکنید دیگه برنامه به نوعی میشه سوراخ خاری. به هر حال برنامه تپ رو میندازم تو دل 3 و با همون پست هلیکال برنامه رو رایت میکنم. این هم برنامه هلیکال که در حقیقت شما کد G84 مربوط به قلاویز رو تو اینجا بررسی میکنید.